خداوند و عرض سلام شما بیننده خبرهای ساعت ده شب آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب‌زاده هستید. در نخست سرخط خبرها، ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در قندوز. ټول قندوزیان دې ډاډه اوسیږي انشاءالله دښمن په دغه کرغیړنه توتیه کې ناکام ده، ناکام به وي. بدهکاري میلیون افغانی مقام های ارشد حکومت از سرکه برق. په دې لسونو کې دولتي چارواکي شته، په دې لسونو کې محلي قومندانان شته، په دې لسونو کې عادی وکړي تجاران، تلویزیونونه. و ویرانی های گسترده در پی زمین لرزه ژاپن. مشروع خبرها، مسئولان محلی قندوز میگویند در دومین روز درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در پنج ولسوالی این ولایت تلفات سنگین به مخالفان وارد شده است. به گفته آنان نیروهای کمکی از مرکز به شهر قندوز رسیدند و مخالفان مسلح توانایی سقوط دوباره این ولایت را ندارند. با این حال برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت با نگرانی از وضعیت امنیتی میگویند بخشی از مرکز و چند ولسوالی در محاصره طالبان است. مخالفان مسلح بامداد روز جمعه حملاتشان را از چهار طرف به منظور سقوط ولایت قندوز آغاز کردند و هنوز هم درگیری میان نیروهای افغان و طالبانی مسلح در پنج ولسوالی و بخشهایی از شهر جریان دارد. هرچند بزرگراه‌ها هنوز هم برای ترافیک بسته است، اما مسئولان محلی این ولایت میگویند ضربات سنگین به مخالفان وارد شده و نیروهای امنیتی افغان در حال پیشروی اند. په ټولو قندوزیانو ستاسې د رسانو له لارې نه غږ کوم چې ټول قندوزیان دې ډاډه اوسیږي انشاءالله دښمن په دغه کرغیړنه توتیه کې ناکام ده، ناکام به وي او انشاءالله هیڅ هم کولی نسی. زه اطمینان ورته ورکوم چې زر تر زره به دا وضعیت عادي حالت ته راځي. عملاتی که توسط مخالفین دولت بالای شهر قندوز از استقامت های مختلف بالای پوسته امنیتی ما اجرا شد، از اثر ضربات نیروهای هوایی زمینی ما به تعداد 80 نفر دشمن کشته و 50 نفر زخمی دارند و بعضی قماندان های مشهورش همچنان در جمله کشته شدگان است. یک تعداد سلاح و مهمات و جسدهایشان هم در پیش نیروهای امنیتی می باشد. اما اعضای شورای ولایتی قندوز وضعیت را نگران کننده می دانند و خواهان همکاری جدی حکومت مرکزی هستند. اگر حکومت مرکزی افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان توجه دقیق در قبال مردم قندوز و در قبال جنگ در ولایت قندوز نداشته باشند، احتمال ششی میزان میره، احتمال فاجعه انسانی میره یک بار دیگر، احتمال بی خانمان شدن هزارها فامیل میره یک بار دیگر، احتمال سقوط کردن شمال میره یک بار دیگر. یعنی مردم قندوز هر روز به مرگ تدریجی مواجه است. مردم روح و روانی پریشان دارند، مردم بیچاره و بیچاره تر شده رایست. یعنی وضعیت قندوز قسم خود بود که هر روزی مردم خون میخوره و یک فاجعه همینطور بسار به شکلی چه رقم براتان بگم مرموزانه متوجه مردم قندوز است. اگر متوجه نشوه دیگر یک جفای برای مردم است که اصلا در تاریخ کشور نخواد تکرار شده باشد. گفته می شود در جریان دو روز نبرد 80 طالب مسلح کشته و 50 تن آنان زخمی شده و به افراد ملکی آسیبی نرسیده است. بانک دومین روز حمله طالبان مسلح بر شهر قندوز و برخی ولسوالی های ولایت است، اما وضعیت هم اکنون در شهر قندوز با وجود که در سه بخش مرکزی ولایت قندوز هم اکنون درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی جریان داره، وضعیت در شهر قندوز رو به بهبود است و قسمی که دیده می شود دکان ها هم باز است. با مسئولان امنیتی میگویند که قطعه سپیشل فورسی حمایتی از مرکز به قندوز اعزام شده و رسیده و هرگز به طالبان اجازه نمیدهند که برای بار دیگر این ولایت را به سقوط مواجه کنند. نصرت الله ابراهیمی، آریانا نیوز، قندوز.
روابط میان شبکه القاعده حقانی و طالبان مسلح نزدیک شده است. فرمانده ماموریت حمایت قاطعه در افغانستان با ابراز این مطلب میگوید مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و انشعاب گروه طالبان پس از آن سبب شده تا طالبان برای تقویت صفوفشان با القاعده و شبکه حقانی نزدیک شوند. فرمانده ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان میگوید پس از مرگ ملا عمر برای کار آمدن ملا اختر محمد منصور روابط طالبان با القاعده بیشتر نزدیک شده است. به دلیل نزدیک شدن روابط طالبان با القاعده و شبکه یقانی را عدم مشروعیت ملا اختر محمد منصور در میان جنگجویان طالب میداند. شما یک همکاری آشکار در بین طالبان و گروه های دهشت افغان خارجی به ویژه القاعده را میبینید. نگرانی ما این است که طالبان به دلیل روابط نزدیکشان با این گروه ها بازگشت کنند و به این گروه ها پناهگاه هایی را فراهم سازند. 5500 سرباز آمریکایی که قرار است در سال آینده در افغانستان باقی بمانند، به طور عمده بالای عملیات های نظامی و مبارزه با دهشت افغانی تمرکز خواهند کرد. وزارت دفاع ملی نیز نزدیکی روابط طالبان با شبکه القاعده و شمار از گروه های دهشت افغان را تایید می کند، اما می گوید به هیچ گروه اجازه ایجاد پایگاه در افغانستان را نخواهد داد. القاعده، طالبان، داعش و در افغانستان اینا در با هم روابط دارن، مگر این تو روابط ندارن، اهدافشان جدا هستند. طالبان یک اهداف دنبال می کنند، القاعده دیگر اهداف دنبال می کنند، داعش دیگه اهداف دنبال میکنن. در مابین از یه وحدت کامل وجود ندارن، مگر تنها عرصه گروپ تروریستی پیش ما و اینا میخواین که افغانستان از پیشرفت و از ترقی با عقب بمانه. آگاهان نیز به این باورند که نزدیک شدن حلقه اتحاد طالبان با شبکه القاعده میتواند هیزم بیشتر به تنور جنگ افغانستان بریزد. آنان از جهانیان میخواد که پیکار جدی را علیه شبکه القاعده در افغانستان آغاز کنند. القاعده یک سازمان جهانی تروریستی هست و افغانستان هم از لحاظ جغرافیا و از لحاظ ظرفیت های انسانی که به نفع القاعده هست که عبارت از طالب باشه یک جای بسیار مساعد است. در یک چنین جای اینا خوب هسته گذاری میکنن، خوب لانه گذاری میکنن. بر اساس برنامه کاخ سفید، شمار نظامیان آمریکایی تا پایان سال جاری به 5500 نظامی کاهش خواهد یافت. فرمانده سربازان خارجی نیز که سرگرم بررسی از اوضاع افغانستان است، تا پایان ماه جون سال جاری نتایج آن را به بارک اوباما داده و بر اساس آن روی شمار از نظامیان آمریکایی پس از سال 2016 تصمیم گرفته خواهد شد. ریاست برق افغانستان میگوید هنوز هم شمار از مقام‌های ارشد حکومتی، برخی اعضای پارلمان و نهادهای دولتی از این ریاست از بابت پول برق بدهکارند و پول‌هایشان را تحویل نکردند. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، جمعه خان همدرد، والی پیشین پکتیا و صدها تن دیگر شامل این فهرستند. فهرستی که به آریانا نیوز رسیده نشان میدهد که صدها تن از مقامات ارشد حکومتی، برخی از اعضای پارلمان و شخصیت های سیاسی که از ریاست برق افغانستان از بابت پول مصرف برق بدهکارند، حاضر به تحویلی آن نیستند. عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، 28,333,296 افغانی. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، 53,322,500 افغانی. محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، 181,132,000 افغانی. حتی محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، بل اول 2,522,394 افغانی، بل دوم 5,577,368 افغانی، بل سوم 10,123,323 افغانی. جمعه خان همدرد، والی پیشین پکتیا، 748,228 افغانی. پسر حاجی عبدالظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان،
87,336,900 افغانی. در این حال برخی شرک های رایشی شماری از نهادهای بین المللی، شرکت های تولیدی و ساختمانی و زورمندان نیز شامل این فهرست طولانی هستند که بدهکاری آنها از ریاست برق افغانستان از بابت بل برق میلیون ها دلار می شود. پدیل استونه که دولتی چارواکی شده، پدیل استونه که محلی کماندانان شده، پدیل استونه که عادی وکلی تجاران، تلویزیونونه او هر برخه پدی که شده، فابریکی چې پدې کې د یو زورور لاس چې ځان زورول بولي د هغوی لاس پکې وي او زموږ کارمندان ته اجازه نه ورکوي تر څو د دوی بل ولولي او یا هم دوی خپل پیسې تحویل کړي. در همین حال تلاش زیاد نمودیم تا با بدهکاران بلهای برق تماس داشته باشیم، اما بجز از دفتر عبدالرشید دوستان معاون اول حکومت کسی حاضر به پاسخگویی نشد. مربوط به اداره امور میشه این پروسس جریان داره، در حال تحویل شدن است، تقریبا یک 3 سال از خود شده و تحویل شده رئیس. و این رو ما بارها هم گفتیم، یک چیزی هست که بسیار میرد چی کردن هم ما همه کوشش میکنن که یک چیزی منفی در علای جلسه پیدا بکنن. با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان در این مورد چنین ابراز نظر میکنند. اینا خود در یک معامله هستند با بعضی از وکیلان، با بعضی از وزیرها در خانه شخصیشان، با بعضی از والیا. اینها حتی ما والیایی را میشناسیم که برق دزدی کرده بودند و برشنا خبر داره چند مقدار پول برش میده، گپ خاموش است. اینا درست است که اینا میلیون ها دلار مقروض هستند، افغانی مقروض هستند، اینا آماده پول پرداختی پول نیستند. در یک قسمت خود شرکتی برشنا هم عملکرد قانونی نداره. بعضی افراد و اشخاص بلند رتبه و یا سایر مردم که دولت نمی پردازه به وقت زمان است یک سکتگی و مشکلات در امورات مالی ریاست برشنا وجود میاد. تقاضای ما همی است که تمام مردم افغانستان و خصوصا کسانی که مقروض است و پول بیشتر است اونا به وقت زمان پول خود بپردازد. به همین لحاظ مسئولین برق افغانستان مجبورند به خاطر جلوگیری از قطع انرژی برق پول را از مشترکین آن شبکه جمع آوری کنند که خود یک مشکل بزرگ تلقی می شود. دختر ادعا می کند که در فرودگاه جهانی حامد کرزی در کابل پلیس با وی بدرفتاری کرده است. این دختر می گوید دو شب پیش هنگامی که از تاجکستان به فرودگاه کابل می رسد نزدیک به 12 ساعت پلیس او را تحت توقیف قرار می دهد. اما فرمانده پلیس فرودگاه کابل این ادعاها را رد می کند و می گوید این دختر ویزای شنگن را در تاجکستان جعل کرده است. با روسری سیاه به آریانا نیوز آمده نمیخواهد چهرهش نمایان شود. قصه میکند که چهارشنبه شب از تاجکستان به فرودگاه کابل میرسد. پس از آن که پاسپورتش مهر دخولی میخورد دوباره پلیس میآید و پاسپورتش را میگیرد به ظن این که گذرنامهش مشکل دارد. ماجرا به جایی میکشد که به گفته این دختر پلیس مانع بیرون شدنش از فرودگاه میشود و ناگزیر میشوند شب را زیر نظارت پلیس با شوهر خواهرش در موتر سپری کنند. اجازه نمیداد که برایم از داخل میدان و بسیار روی خراب میکرد این پلیس ها و بسیار به سختی وقتی که برآمدیم از داخل ترمینال در موتر شیشتیم چهار طرف ما پلیس بود. هم چهار طرف ما پلیس بود تا هم صبح در موتر بودیم تا چند بجه در داخل میدان بودیم چند بجه شد. یک صحنه میگن کدام درگیری هم صورت گرفت ایر نمیمانده ما میگفت نسبه یاد نمی گفت جدا باشه اشتکار می جدا باشه جدا باشه. ما بسیار به سختی از داخل خود کشیدیم در اون وقت اون اشتکا که تیله می کرد و شیشه در اون وقت شکست. تصویری است که فردای همان شب را نشان می دهد. این دختر با یازنش در موترند و در اطراف موتر چند مرد پلیس دیده می شوند. این دختر میگوید این ماجرا شوکش ساخته. در حال که اشک میریخت پرسیدم به زن شما هدف آن چرا شما بدرفتاری مینامید چی بود؟ سکوت میکند. خوی نمی که امرای می زنها میشین امت میکنن میخوان به خاطر منافع شخصی خود این امت استفاده جوی کنن. حالا معلوم نیست پاسپورت این دختر کجاست.
دختر ادعا می کند پاسپورتش را پلیس گرفته، اما پلیس می گوید این دختر پاسپورتش را به یازنه‌اش داده. کسی که به گفته فرمانده فرودگاه منصبدار پلیس است و با استفاده از وظیفه دولتی خود را تا ترمینال رساند و پاسپورت این دختر را با خود گرفته است. خواهر ما جمع اینمی برادر اکسیر ما اینمی مجموع به خاطر گرفتن ویزی جعل به تاجیکستان رفته بودند که ویزی شنگن از تاجیکستان به دست بیارن و سیستم طوری عیار کرده بودند بسیار ماهرانه که گویا به افغانستان داخل شوه و ما دخول بزنیم که برای آینده اگر بیرون میشن پرسنل ایمیگریشن برای از یا مشکل خلق نکنه. اصلا خود اکسیر در اظهارات خود گفته که اردوی ما برای استیکر ویزی شنگن اردوی ما یک جای پاسپورت ها را دادیم. پلیس بدون از اظهارات اکسیر الله مدرک دیگر به دست ندارد که نشان دهد این دختر ویزای جعلی شنگن را با خود دارد. به همین دلیل دو مسئول پلیس به اتهام غفلت در این باره که چرا پاسپورت این دختر را ضبط نکردند شامل پرونده ساخته است. غفلتی که صورت گرفته منصبدار رسما کته قضیه منصبدارا راجع شده و منصبدارا جواب خود میتا چرا غفلت کردن؟ فعلا اکسیر نام کجا هستن؟ اکسیر نام جمع ویدا قضیهش مکمل شد رسما به ریاست کشف وزارت محترم امور داخل محول شدن. فرمانده پلیس فرودگاه کابل میگوید زمانی که ویزای جعلی اکسیرولا به دست پلیس میفتد این دختر همراه با یازنه‌اش تلاش میکند پاسپورت اکسیرولا برایش داده شود. در غیر آن شب را در همین جا میمانند. اما دختر میگوید هیچ شناخت با اکسیرولا ندارد و پاسپورتش را پلیس ضبط کرده است. حکومت وحدت ملی تا پایان زمان تعیین شدهش خاتمه نخواهد یافت. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با ابراز این مطلب میگوید اظهارات برخی از سیاستمدان کشور در مورد پایان پیش از وقت این حکومت بی تاثیر خواهد بود. عبدالله عبدالله همچنان تاکید می‌ورزد که اعلام جنگ عمری طالبان روند صلح افغانستان را کند نخواهد ساخت. با آنکه نظام کنونی حکومت وحدت ملی همواره از سوی سیاسیون به انتقاد گرفته می شود و ابراز نظرهای متفاوت در مورد برگزاری انتخابات پیش از وقت و یا تشکیل اداره موقت وجود دارد، اما رئیس جایی کشور می گوید حکومت وحدت ملی تا 5 سال پایدار خواهد بود. یکی گفته که انتخابات قبل از وقت، یکی گفته که حکومت موقت، اینا جزء ابراز نظرهایی است که صورت گرفته. شاید کسای تصوراتی از وضعیت افغانستان داشته باشند، اما به هر صورت جزء نظریاتی است که داده شده، به معنای این نیست که آل کار ریاضی صورت میگیره که این دوره ختم شه و باز بریم به یک دوره موقت. و دغدغه ها در مورد نشست های چهار جانبه و گفتگوهای صلح اکنون تا اندازه خاموش است و این خاموشی برابر با اعلام جنگ طالبان دیده می شود، اما رئیس جایی میگوید روند صلح ادامه می یابد. در زمانی که طالب های اعلان جنگ کردن و کمپاین جنگی خود آغاز کردن، از یک طرف ای در تعهد افغانستان و در تعهد حکومت وحدت ملی و در خواست و آرزوی مردم افغانستان برسیدن به صلح تأثیر نداره. البته دیده میشه که در حالی که نیت پیش مردم افغانستان پیش حکومت وحدت ملی وجود داره، متاسفانه از این نیت خوب و از این عزم و ارادهی که در راستای منافع کشور است استقبال نشده. چرا همواره با باز شدن سخن از صلح در افغانستان ناامنی شدت پیدا می کند و همین که طالبان به پرسش های شورای صلح تنها پاسخ نمی دهند؟ معنای این حرفی نیست که وقتی ما حرف از صلح می زنیم آمادگی دفاع را در از امنیت کشور و از استقلال و حاکمیت ملی کشور و از تمامیت ارضی کشور باید که معطل کنیم. ای به این معنا نیست. به این معناست که کی شک داره که در افغانستان اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار تامین صلح و ثبات در این کشور هستند. در این زمان جنگ متاسفانه ادامه پیدا کرده. معنایی است که طالبان متاسفانه نوز باور به حل نظامی داره. این در حالی است که برخی از آگاهان کشور باور دارند که کلید روند صلح افغانستان در دست استخبارات پاکستان است و تا زمانی که کشورهای همکار افغانستان به پاکستان فشار نیاورد این روند صلح افغانستان در گره کور باقی خواهد ماند.
پروژه 800 میلیونی وزارت دفاع آمریکا برای ایجاد ثبات و کار در افغانستان ناکام شده است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که برنامه ریزی و مدیریت ضعیف، نظارت ناکافی و ناتمام گذاشتن پروژه ها سبب عدم موثریت آن شده است. این مقام آمریکایی مشکل اساسی در ناکامی این پروژه ها را گزارش به دفتر وزیر دفاع آمریکا میداند که به آن توجه نمی شود. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان بار دیگر انگشت انتقاد بر ناکامی وزارت دفاع آمریکا در تطبیق پروژه هایش در افغانستان بالا می کند. جان سابکو بلند رتبه ترین مقام ناظر آمریکا است که از مصرف درست پول های کمکی آمریکا برای بازسازی افغانستان نظارت می کند. سابکو در کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس نمایندگان آمریکا از ناکامی سه پروژه عمده نیروی کاری وزارت دفاع آمریکا برای ثبات و کسب و کار در افغانستان نام می‌برد. پروژه 150 میلیون دلاری برای جاری ساختمان‌ها به نیروهای آمریکایی در افغانستان که زیر عنوان ثبات و کسب و کار فعالیت می‌کردند، پروژه 43 میلیون دلاری ایجاد پمپ گاز فشرده و پروژه 6 میلیون دلاری تقویت صنعت کشمیری افغانستان کارسیان از سوی وزارت دفاع آمریکا تطبیق میشد ناکام شده است. پروژه های عملیات های ثبات و کسب و کار وزارت دفاع آمریکا به دلیل فقدان نظارت مؤثر انکشاف و اجرای پروژه ها ناکام شده است. آموختن از تجارب گذشته مهمتر از هر زمان برای حفظ پول های مالی دهندگان آمریکایی است. سابکو هماهنگی راهبردی بین کشورهای کمک کننده و دولت افغانستان برای رسیدن به اهداف دولت آمریکا در افغانستان را اساسی میداند و از نبود آن شاکی است. I'm not certain that those reports were accurate and were truthful. طوری که ما پیشتر گزارش دادیم، نیروهای کاری عملیات ثبات و کسب و کار وزارت دفاع آمریکا و امتهای آن در افغانستان به شمول وزارت خارجه و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در هماهنگ کردن فعالیت‌هایشان در چندین بخش عمده مانند استخراج منابع معدنی، نفت و گاز افغانستان ناکام بودند. به گفته این مقام آمریکایی، عدم هماهنگی سبب شده است که پروژه ها با ارزش صدها میلیون دلار به اهداف مورد نظرش در افغانستان دست نیابد. خبر اقتصادی پس از وقفه تقدیمتان می شود. برای نشر پیام های بازرگانی تان با ما به تماس شوید. اکنون خبر اقتصادی. وزارت انرژی و آب میگوید به زودی بند سلما را به گونه رسمی از هندوستان تسلیم می شود. با گفته مقام ها اکنون سه توربین بند سلما فعالیت دارد. مسئولان در وزارت انرژی میگویند در سال روان کار اعمار 29 بند برق دیگر نیز آغاز خواهد شد. از چند سال بدین سو کار اعمار بند سلما در هرات به کمک هندوستان جریان دارد. مقام ها در وزارت انرژی و آب می گویند کار اعمار بند سلما به مراحل آخرین نزدیک شده و به زودی این بند را تسلیم می شوند. مسئولان می گویند برای تسلیم گرفتن این بند آمادگی کامل دارند و شماری از افراد نیز برای کسب آموزش در این مورد اکنون در هندوستان می باشند. در حال حاضر سه توربین بند سلما فعال است و 43 میگاوات برق تولید میکند. دو توربین رو به شکل آزمایشی ما در واقع فعال ساختیم و توربین سوم هم تا آخر در واقع ماه می انشالله فعال خواهد شد و بعد از او در واقع برق تولیدی توسط خطوط انتقال برق به ساب استیشن نور جهاد در شهر هرات منتقل خواهد شد. ما روی تسلیمی رسمی این بند با در واقع کشور دوست ما هندوستان در واقع مذاکرات داریم. آقای عظیمی همچنان میگوید در سال روان کار اعمار 29 بند برق دیگر شروع خواهد شد. هزینه این بندها نزدیک به 400 میلیون دلار تخمین شده است و وزارت مالیه در صدد دریافت تمویل کنندگان میباشد. در امسال ما در حدود 29 بند را خواهیم داشت که 21 بند خارج از بودجه انکشافی سال 1395 توسط رئیس جمهور محترم در واقع تایید تصویب شده است و وزارت محترم مالیه در واقع برای تامین منابع مالی از او در تلاش هست که در اولویت مالی است که اول دونرها را علاقمند بسازند در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند، به خاطر که پروژه ها میتونه در امنیت و در واقع انکشاف اقتصادی افغان ها تاثیر مستقیم داشته باشه. وزارت انرژی و آب میگوید در سال روان تمرکز بیشتر به تولید برق بوده
و بندهایی که جدیداً اعمار می شود مدت 5 سال را در بر خواهد گرفت. مقام ها در این وزارت می افزایند اگر کمک کنندگان جهانی همکاری نکنند، دولت از بودجه اختیاری هزینه خواهد کرد. رویدادهای جهان تا لحظات دیگر. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. فشرده خبرهای جهان از ویرانی های گسترده در پی زمین لرزه ژاپن دنبال می شود. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در ادامه بحران سیاسی در این کشور برگزاری جلسه پارلمان را به وقت دیگر موکول کرده است. این در حال است که برخی از نمایندگان گفتند به هر طریقی که شود جلسه پارلمان را به هدف برکناری آقای جبوری و انتخاب رئیس جدید تشکیل می دهند. محور اصلی این تنش‌ها مربوط به طرح حیدر عبادی نخست وزیر برای مقابله با فساد مالی می شود. آقای عبادی برای مقابله با فساد می خواهد شمار از وزیران مرتبط با احزاب را با چهره های تکنوکرات عوض کند، اما شمار از احزاب و گروه ها با چنین تغییری مخالفند. مقام های ژاپن می گویند در اثر زلزله قوی شب گذشته دست کم 19 نفر کشته شدند و خرابی ها گسترده بوده است. زلزله 7.3 درجه ریشتر نیمه شب جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد. یک روز قبل هم در همین منطقه زمین لرزه خفیفتر شد که دست کم 9 نفر در آن جان باختند. زلزله دوم در کیوشو ساختمان ها و جاده ها را خراب کرده است. ارتش برای کمک به کسانی که زیر آوار ماندند دست به کار شده است. رادیو و تلویزیون ملی ژاپن گزارش داده است که با این زلزله 100 فرو ریخته است و در پی آن مقام های محلی یک روستا را تخلیه کردند. رسانه های محلی از قول اهالی منطقه می گویند برخی مردم در ساختمان ها گیر کردند. کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل از موازی و سیاست های دونالد ترامپ و تد کروز دو داوطلب پیشتاز در حزب جمهوری خواه برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرده و آنها را تعصب آمیز خوانده است. زید رعدل حسین صریحا از دونالد ترامپ یا تد کروز نام برده است، ولی به طور مشخص درباره حمایت از شکنجه برای بازجویی و همین طور سیاست های پیشنهادی این دو درباره مسلمانان حرف زده است. آقای الحسین گفته است که تعصب گواه رهبری قوی نیست. کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از برنامه پیشنهادی رقیب دونالد ترامپ سناتور تد کروز برای افزایش گشت پلیس در محله های پرمسلمان آمریکا انتقاد کرده است. و برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به صفحه اینترنتی aryananews.af مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. الله نگهدارتان.